درود و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان محترم پادکست مسیحیت و سیاست عیزان به قسمت دیگه از این پادکست خوش آمدید امیدوارم آنچه که تا اینجا در این پادکست بوده صحبت ها و گفتگو برای شما مفید باشه به طور خاص باعث بشه در بستر اجتماع این گفتگو شکل بگیره فرهنگ گفتگو، فرهنگ نقدپذیری، فرهنگ تعمل و اندیشه ورزی در مسائل مختلفی گاه با ما همسو نیست گاهی همسوه و میتونیم مسائل فکری خودمون رو دوباره بازبینی کنیم زیر سوال ببریم به نقد بکشیم استدلال کنیم و در اون تمرین کنیم با هم این یکی از ویژگی های مهم دموکراسی که در جامعه ما نیاز هست حالا این رو ما در بستر کلیسا و جامعه مسیحی داریم ولی امیدواریم چنانکه که آرزوی ما بوده این پادکست امکان و زمینه گفتگو با دیگران رو نیز فراهم کرده باشه مهمان این قسمت برنامه من فرد بسیار عزیزی هستند کشیش سام مهربان کشیش سام به برنامه خودتون خوش آمدید بسیار سپاسگزارم و شما دوست عزیز و همه عزیزانی که در واقع امروز در خدمتشون هستیم مهمان گوش ها خانه ها و زندگی شما عزیزان شدیم با ما همراه شدید که در مورد این مطالب بسیار زیبایی که عزیزان در این خدمت عالی زحمت میکشند و تهیه میکنن بر شما همراه باشیم من هم خدا رو شکر میکنم برای این فرصت امیدوارم که با هم یک زمان هم شیرین یه ذره و هم پرباری داشته باشیم بر همین دعوت میکنم شنوندهای عزیز شما رو که با ما همراه باشند در این محاوره عالی بسیار عالی سپاسگزارم من لازم کشی سام عزیزیه که اشاره کوتاهی بکنم به تخصص های شما چون این زمینه بحث ما رو ایجاد میکنه در واقع اه, سام عزیز هم اه, در زمینه الهیات دانش آموخته این رشته هستند تحصیل میکنن در این بخش خیلی صحبت ها دارن مقالات بسیار داشتن هم از طرفی تحصیل کرده و دانش آموخته فلسفه و بخش تاریخ هستن در هر دو این مسائل یعنی هر سه این مسائل زمینه ای رو ایجاد میکنه که ما آنچه که داره در جامعه ایران میگذره بتونیم از زوایای مختلف بحث بگذاریم و واقعا من خوشحالم که کشیسام عزیز با شما هستیم و میتونیم از ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی بکنیم اجازه بدین من خیلی سریع برم سراغ در واقع پرسش نخست تا وقت ما اون چی که داریم بهینه باشه و بتونیم بیشترین بهره رو ازش ببریم همچون که گفتیم بتونه حتی صحبتهای گاه چالش برانگیزی هم در درون خودش هست که میتونه اندیشه رو قلقلک بده مهمم هم همین هست که این اتفاق بیفته بذاری از اینجا شروع کنم و سوال خودم رو با یک سوال ترکیبی از سوال اجتماعی تاریخی که در فضای جامعه ایران اتفاق افتاده آغاز کنم. موضوعی که در جامعه ایران الان در جریان هست واقعیت اینه که در خلا اتفاق نیفتاده نمیتونیم بگیم که یه چیز مستقله که یهو اتفاق افتاده هیچ کسی هم نمیتونه این رو در موردش نظر و صحبتی بده طبیعتا این پیش زمینه هایی داره زمینه های فرهنگی داره زمینه های تاریخی داره زمینه های اجتماعی داره و از یک بکراند خاصی داره میاد این که میشه جامعه ایران جامعه که الان درش هستیم ولی یکی از اون چیزها حالا اون بخشهای بعدیش رو با هم بهش خواهیم رسید اون چرا که در حال حاضر به خصوص بعد از انقلاب و بعد در این دهه اخیر در جریان بوده و صحبتهای خاص خودش رو داره اما اون چیزی که میتونیم در مورد صحبت بکنیم یکی از ویژگیهاش برمیگرده به رابطه ای که در واقع دین و سیاست در ایران داشته ما یک بکراند و برخورد تاریخی داریم در جامعه خاص که با جامعه ویژگی های سنتی جامعه که بکراند دینی خاص خودش رو داره ایدئولوژی دینی درش جریان داره حالا چطور هست رو شما صحبت خواهید کرد و دوست داریم از شما بشنویم و از اون ور قصه اتفاقاتی که در واقع با انقلاب های معروف جهان در واقع شروع میشه اصلا بحث انقلاب از همون زمان ها از انقلاب فرانسه و نمونه های دیگه مد میشه و اتفاق میفته حالا روشنگری و تمام موارد که بعضا به عنوان مدرنیته ازش صحبت میشه حالا مدرنیست یک اندیشه است ولی مدرنیته ای که جوامع به سمت نوعی از عناصر مدرنیته میره و تحصیل کردگانی میاد این اون مباحثیه که شاید بکراند تاریخ ایران رو داره و ما تو اون کلی انقلاب ها هم داریم کلی اتفاقات هم داریم کلی تحولات هم داریم میخوام اگه بشه خیلی خلاصه ریشه ای به این مسائل ابتدا بپردازیم که بعد بتونیم بحث خودمون رو پیون بدیم با آن چیزی که در امروز داره اتفاق میفته بسیار هم عالی واقعیتش اینه که تاریخ ما گره خورده با تفکرات مذهبیه ولی نه فقط تفکرات مذهبی بلکه سرزمین و ف... من اسمش میذارم فلات ایران برای که در یه ذره تصویر بهتری از فقط مرزهای مدرن ماست بر همین میگم دو... تاریخ فلات ایران سرشار از نه تنها ارتباط مذاهب و دولت هاست بلکه فلات ایران سازنده مذاهب جدیده تفکراتی مثل زرتوش مثل مانوی مثل مزدک مثل بسیاری از این تفکرات که هر کدومشون به نوع خودشون ارتباط بسیار سنگین و قوی با دولت ها و با سیستم های اجتماعی داشتن برای این موضوع در واقع قریبی برای ما ایرانی ها و مردمان فلات ایران نیست اما از طرف دیگه از دوران صفویه در واقع این, این بازخورد خیلی متفاوت و سنگین تر میشه جنبش قزل ها را اگه نگاه کنین اتفاقات خیلی عجیبی میبینین که شاید شباهت زیادی با اتفاقاتی که امروز داره تو خیابونای تهران میفته تو خیابونای شهرهای ایران میفته داشته باشه که برای ما خیلی عجیب باشه اما رشد و پیشرفت به هر حال دین در جامعه ایران با استفاده از ابزارهای در واقع نیرومند با استفاده از زور بسیار موضوع رایجی بوده و هست و این مسئله ای نیست که دفعه اول باشه که ما باهاش مواجه میشیم تاریخ ما از اون زمان پیش رفته ما لایه های متفاوتی رو داشتیم از از قرون متمادی از صفویه بگیریم قاجار رو بررسی کنیم و این نهادینه شدن مذهب در فرهنگ ما بیشتر و بیشتر میشه و در در دوران های متفاوت سعی کردیم حتی بعضی وقتها تغییرش بدیم سعی کردیم مقابلش بیستیم یا سعی کردیم اصلاحش بکنیم اما در نهایت تا امروز که ما اینجا هستیم جز شکاف اجتماعی برای ما بازخورده دیگه ای نداشته یعنی ما موفق نشدیم که این این دو تا نخه به همگره گره خورده تاریخیمون رو چجوری این گره رو وا کنیم هنوز نتونستیم گره رو باز کنیم و نتیجتا میتونیم به این به این دیدگاه برسیم که این معزل اجتماع ماست که ما نمیتونیم دین رو از سیاست تفکیک کنیم حداقل موفق نشدیم این کار بکنیم شاید برای دوره‌های مثل مثلا دوره اولیه در واقع پهلوی تلاشهایی برای تفکیک وجود داشته اما این تفکیک موفقیت آمیز به عبارتی در طولانی مدت حداقل نبوده و این این ارتباطات دائما بازگشت کرده دائما این گرهه باز پیچیده و پیچیده تر شده تا اینکه امروز تصویری که ما داریم میبینیم در واقع سرخوردگی جوان امروز از مسئله ارتباط دین و سیاست به گونه است که دیگه حالا صحبتی که خیلی اهمیت داره دیدگاهی که به جوان ایرانی به یه جایی رسیده که حاضر نیست دیگه حتی از حاضر از جان خودش مایه بذاره تا این تا این گره رو وا کنه برای اینکه این گره اونقدر زندگی رو غیر ممکن کرده که به این نقطه رسیده براش نه. اما این تحولاتی که از در واقع از حالا چهل و چند سال پیش یا از نیم قرن گذشته تقریبا تا به الان رسیده تحولاتی نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشه پدیده هایی که ما امروز باهاش مواجه هستیم محصول اتفاقات مهم اقتصادی و مهم سیاسی هست اما از اقتصاد و سیاست مهمتر تغییرات فرهنگیه بنیاد تفکر فرهنگی جامعه ما دوچار یه تغییری شده که حالا ما اگه بخوام از دیدگاه صرفا تاریخی بهش نگاه کنیم و از دیدگاه جامعه شناختی بهش نگاه کنیم موضوع پیچیده تر از اون چیزی هست که بشه با یک فرمول یا بشه با یک در واقع دیدگاه تمام تکلیفش رو روشن کرد جنبه هایی مثل جنبه تفاوت نسلی نسل من و شما شاید با نسل آینده تفاوت داشته باشه نسل نسل بعدیمون متفاوت باشه و نسل قبلی دیدگاهش نسبت به نسل حتی ما متفاوت باشه مناطق و قسمت های مختلف اجتماعی ما جوری بوده که امروز امروز دیگه معنای مرکز و غیر مرکز به عبارتی به واسطه تکنولوژی از بین رفته یه موقعی بود آخرین اطلاعات رو فقط در برخی قسمت ها بعضی سینما ها بعضی شهرها ها شما میتونستی ببینید الان چون این پدیده دیگه وجود نداره برای این مرزهای جغرافیایی کشور ما به مرزهای جغرافیایی اون جهان بزرگی که حالا به عبارتی گلوبالیزیشن بهش بگیم که اون دیدگاه جهان محور هست تغییر یافته و تغییر کرده و اینو ما نمیتونیم چشممون رو نسبت به این تغییرات ببندیم از قسمت دیگه‌ای که نگاه میکنیم شکاف فرهنگی عمیق و عمیقتر شده بین تلقی از دین که در واقع محوریت دین رو با تمام قسمت های اجتماعی سیاسی میبینه که به عبارتی اسلامگرای به, به گونه اسلامگرای بسته میتونیم اسمش رو بذاریم محافظ کار بسته قرار باشه و از اون طرف دیگه دیدگاهی که نمیخواد که زندگی حداقلش بگیم نمیخواد که زندگی مذهبی خودش رو با زندگی سیاسی اجتماعی خودش ترکیب بکنه مهم نیست از, از چه تلقی بیاد ولی تفاوتش با اون در واقع سلطگری مذهب اینجا وجود داره و این اینها شکاف های واقعی هستن اینها شکاف های نیستن که ما بشینیم بشینیم تحلیل بکنیم میگه من دوست نداشتم در مورد این فکر کنم یا من چشمم رو میخوام روش ببندم بیشتر که من چشمم رو روی این مطالب ببندم بیشتر به مشکلات برمیخورم برای همین یکی از مسائلی که در واقع برای ما اتفاق میفته این این فاکتورهایی که در موردش صحبت کردیم و فاکتورهای بسیار زیاد دیگه اجتماعی مثل نفوذ زبان انگلیسی در بین جوانها این اتف پدیده ای که ما امروز شاید همه حواستشون بهش نیست اما جوانهای ما بسیار به واسطه استفاده از گوشی همراهشون ابزارهای ارتباطی جمعی در کنارشون ارتباطشون با جهان بین المللی و مطالعه مطالب به زبانهای دیگه به شدت زیاد شده و این فرصت رو بهشون میده چون محاوره رو در رو نیست فرصت رو میده اون موبایل رو برداره بشینه گوش کنه و شاید پنج بار گوش کنه تا درک کنه و اون درک جدید باعث یک جهش فکری شده حالا بیشتر در مورد اون جهش بله برس. با هم دیگه به اون موضوع خواهیم رسید خب میخوام یک در واقع یک برگشت دوباره بزنم شما رسیدین به آن چیزی که در واقع خیلی سریع از تاریخ گذشتیم و رسیدین به اون چیزی که در وضعیت فعلی جامعه ما اتفاق میفته ما به این نسل در واقع نسل زد حالا عناصری که عنوانهای مختلفی که بهش داده میشه خواهیم پرداخت چون چیزیه که خیلی کلیدیه زمینه هایی که در این جنبش داریم میبینیم بخش بزرگیش در ارتباط با این نسل هستش و خواسته ها و خانش اونها از مفهومی به اسم حقیقت و اون چیزی که دارن تعریف میدن ولی دوباره یک برگشت بکنیم و موضوع در واقع دین و ویژگی های دینی رو نگاه کنیم چون دین یک ساختاری داره که آن چیزی که در واقع در جامعه تعریف میشه به عنوان در حداقل در مدرنیته تعریف میشه به عنوان عقلگرایی به عنوان بحث منطق به عنوان مباحثه و استدلال به عنوان لیبرالیسم و بعدش در درون خودش که در راستای اون هست این اصلا جامعه اروپا هم در تنشی قرار میگیره هر چند کلیسا حالا ما در جاهای دیگه اینو بحث کردیم کلیسا واکنشی نشون میده نسبت به این موضوع سعی میکنه خودش رو به نوعی همسوتر کنه و خودش زمینه خاص اون اتفاقات تاریخی و اجتماعی رو حتی در بر میگیره اما یک ویژه در ذات دین و حالا به طور خاص عناصری که ما به عنوان دین محافظه کارانه میدونیم وجود داره اینه که دین راحت حاضر به استدلال نمیشه وارد گفتمان خیلی نمیشه انگار یعنی یه خطوط بسته ای داره که این خطوط بسته اجازه گفتمان نمیده بله این میتونه در زندگی فردی خیلی طبیعی باشه در زندگی حتی اجتماعی یک جامعه کوچک میتونه معنا داشته باشه ولی وقتی دین الان شما اینو اشاره کردین که جامعه ایران دین از سیاست جدا شدنی نیست حالا این ویژگیش فکر کنم اگه بهش اشاره کنین بیشتر برمیگرده به دین شیعه که این ویژگی برجسته خودشو داره این جدایی ناپذیری خب طبیعتا ایجاب میکنه که ساختار ساختار قدرت بشه یعنی ساختاری که وارد شده و این ساختار قدرت میگه من حاضر به گفتگو نیستم در مواجهه با این در واقع فلاسفه یه بحثی رو پیش میکشن میگن وقتی که این اتفاق میفته ما ایده در واقع تبدیل به ایدئولوژی میشه و ایدئولوژی جای گفتمان رو میبنده حالا اگه این ایدئولوژی در قدرت باشه موضوعی که پیش میاد اعتراض رو ایجاد میکنه در اون اعتراض دو اتفاق میفته یا معترض ظرفیت اینو پیدا میکنه قدرت داره به کسی که اعتراض کرده اونو سرکوب کنه یا قدرت اون جایگاه قدرت یا هر کسی دیگه که بهش اعتراض شده اون قدرت رو داره که معترض رو سرکوب کنه ما یا چنین وضعیتی رو در فضای ایران میبینیم آیا این فکر میکنی ریشه در همچین وضعیتی داره همچین تحلیلی میتونه درست باشه در رابطه با وضعیت ایران کامل درسته ب... مسئله اینجاست که وقتی ما به... به ذات رفتاری و فکری دیدگاه محافظه کارانه شیعه نگاه میکنیم اون اون دیدگاه محافظه کارانه شیعه صرفا از نظام این خیلی مطلب مهمی صرفا از نظام سیاسی فقط ریشه نمیگیره بلکه ریشه در قسمتی از فرهنگ در واقع شیعه ایرانی داره که اون اون این اصطلاحی که من به اون فرهنگ هست که نگران از بین رفتن اون کلمه گره. به عبارتی به اصطلاح مدرن جوونا میگن ارزشی اون اون ارزش ها رو اون محافظ او اون دیدگاه محافظ گرایانش شخص رو به جای برده که حالا وقتی داره مثلا میگم این باتوم رو بلند میکنه که بزنه نگاهش به گونه که این ضربه رو باید محکم بزنه چون میخواد جلوی از بین رفتن دیوارهای در واقع اون نگهدارنده ایدولوژیش ایدئولوژیش رو بگیره اون خودش رو در حالتی میبینه که سیلی برش جاری شده و داره این سیل همه چیز رو میبره و نگران اون در حالت دفاعی قرار داره و به خاطر همینه که طبیعتا در چنین شرایطی گفتمان صورت نمیگیره از طرف دیگه نسل جدید هم همینو داره اما این ریشه در فقط دیدگاه مدرن و فقط دیدگاه محافظه کارانه در واقع تفکر شیعه نداره ما اگه نگاه کنیم در طول تاریخ یکی از قسمت های مهم اون تبدیل مذهبی از سنی به شیعه مراسم لعنت های مرسوم زمان تاریخیش بوده شما باید اگر بخواستی شیعه باشی باید شخصیت های خاصی رو لعنت میکردی تا بتونی و به طور مداوم هر هفته این برنامه اجرا میشد تا بتونه تو ذهن شما این مسئله شکل بگیره برای این جایی برای گفتمان نمیذاره و جایی برای در واقع صحبت نمیذاره از طرف دیگه نه تنها از این طرف در بسته است بلکه از طرف دیگه هیچ تلقی از اصلاح درون مذهبی از هیچ صدای در واقع قوی و قدرج هیچ حوزه اسلامی صدای واقعا جدی برای اصلاح اسلام نداشته و خودش یکی از موزلاتیه که در واقع این ارتباط و گفتمان رو به عبارتی تقریبا غیر ممکن میکنه به عنوان یک مسیحی که اعتقاد به اصلاحات دارم من فکر میکنم که خیلی مهمه که نه تنها کلیسا منتقد خودش باشه بلکه دیدگاه مسیحی باید از چند تا چیز فاصله بگیره از خرافات باید فاصله بگیره برای این خرافات زودایی از دیدگاه اصلاحات خواهد بود و دوم اینکه اصلاحات باید با جامعه قدم برداره هرچند که حالا بعدا با هم صحبت میکنیم معضلاتی که باش مواجه هستیم و دیدگاه اصلاحات نیاز داره که در واقع انگشت اشاره رو به قلب اشتباهات خودش و اشتباهات حتی تاریخی خودش بگیره بنابراین دل توبکاری به وجود میاره برای همینه که مثلا میگم از نظر تاریخی اگر به آگوستین نگاه کنید اینکه سوالات مهم تاریخی اینه که چرا تو طول تاریخ بعد از آگوستین که کتاب اعترافات رو نوشت چرا نه. کلیسا کتاب های بیشتری از اعترافات از روند اعتراف به تبدیل به توبه و تغییر درش وجود نداشت برای همین این هم یکی از دیدگاه هاییه که حالا تا زمان اصلاحات بهش میرسه ولی در, در, در اصول خودش در, در ساختگاه اصلی خودش اگر ارتباط و اون, اون رابطه سالم بین این, این, این دیدگاهی که میخواد فضایی به وجود بیاره برای مقاوره وجود نداشته باشه طبیعتا اون ایدئولوژی ستون اون خودش رو نگه میداره داره و همچنان خودش رو در محاصره میبینه و اون زمانی که فرد خودش رو در محاصره میبینه چونان ذهنیت و دیدگاهش نسبت به مردمی که بیرون خطش وایسادن و خودیهاش هستن تغییر میکنه این این ضرب خشونتی که مشاهد هستیم به خاطر این جنگی که اون خودش رو در محاصره میبینه و این یکی هم خودش رو در محاصره میبینه ما در کشوری از این که هر دو در محاصره همدیگه هستن ولی کسی نمیدونه کی کیو محاصره کرده و در کشور ما محاصره دوگانه ای وجود داره که همه همدیگه رو محاصره کردن فقط ما نمیدونیم که کی در واقع محاصره کننده هست برای همین این شکاف فرهنگی رو به وجود داره این به معنی نیست که ما دفاع میکنیم از دیدگاه یک طرف یا مخالف هستیم با دیدگاه طرف دیگه بلکه دیدگاهی که کلیسا باید داشته باشه اینه که برای شکستن این این تلقی محکم ایدئولوژی سفتی که اونجا قرار گرفته میتونه درسای بزرگی به عبارتی به جامعه بده به واسطه اینکه کنار نشینه اما کنار نشستن صحبتی که حالا بهش خواهیم پرداخت دقیقا اینو میذاریم برای ادامه مبحث ولی چون بحث جذاب و جالبیه کشش سام عزیز اینکه اه اه ما وارد این موضوع بشیم که الان بیایم خود این نسل رو مورد بررسی قرار بدیم شما گفتین که در واقع این نسل هم خودش رو در معاصره میبینه این نسل هم احساس میکنه در واقع اون شکاف پیش اومده این شکاف زمینه ها شیع. ما میدونیم این نسل حتی به عنوان واژه‌ای براش به به عنوان بومی دیجیتالی یعنی کسی که از ابتدا با اینترنت و گوشی و نمیدونم سوشیال مدیا با شیوه خاص خودش که من نوعی که امروزه دارم از این سوشیال مدیا و پلتفرم استفاده میکنم اصلا آشنا نیستم باهاش از اونها گاهی سوال میکنم اون همه چیزش در درون اینه اطلاعاتش درون اینه تحصیلش درون اینه نمیدونم هویتش درون اینه انگار این چه زمینه ای رو ایجاد کرده چه بافتی رو ایجاد کرده که امروز این روی رو میبینیم و نگاه این نسل چیه خانش این نسل از حقیقت چیه این یک پدیده ای که ما باش مواجه هستیم معرفی زندگی که حالا من از, از یکی از چیزهای خیلی مهمی که از, از این جنبش بی خودم یاد گرفتم منم در حال یاد گرفتنم حقیقتا در, در طول زندگیم امیدوارم همچنان در حال یاد گرفتن باشم یکی از اشعار قشنگی تبدیل شده به, به سرود به عبارت این جنبش یه قسمت خاصیش میگه برای زندگی معمولی ما به واسطه مشاهده ابزاری مثل در واقع این فیسبوک رو شما فرض کن اینستاگرام رو فرض کن نمیخوام فقط بگم یک ابزار بلکه بلکه ابزارهای ارتباطی نه فقط سوشال مدیا بلکه همه گستره این ارتباطات با یه چیزی مواجه شدیم به نام نرمالی دیگر زندگی عادی دیگر که در این زندگی عادی دیگر مردم میتونن زندگی ساده ای داشته باشن و اتفاقا به فرض هجاب اجباری نداشته باشن و با کمال تعجب آسمان به زمین نرسیده و با کمال تعجب سنگا رو سنگا همچنان بند شده و به ما گفته بودن که سنگ رو سنگ بند نمیشه اما نسل جدید متوجه شده که نه ما میتونم با یک با یک نرمال جدیدی مواجه بشم که این نرمال جدید ممکنه وجود داشته باشه و به همین سادگی قابل دسترس هست برام به همین دلیل این, این آشناییش از طریق اون بومی دیجیتالی که داشته ناخداگاه با یه شهر جدیدی آشنا شده با یه جهان جدیدی آشنا شده تو اون نرمال تازه‌ای که به دست آورده تونسته یک, یک دیدگاه جدید به عبارت جهان بینیش به عبارت نگاهش نسبت به اینکه من میخوام مهم براش مهم نیست که آیندهش چیه براش مهم نیست انتهای مسیرش چیه براش مهم نیست که وقتی میخواد بره دم مغازه شیر بخره چرا باید اینجوری لباس بپوشه هم. چرا باید این دیدگاه رو داشت چرا باید انقدر بهش فشار بیاد فقط وقتی میخواد بره تا سر بقالی سر کوچه یه چیز ساده بخره و برگرده خونه و این سوال تبدیل شده به یک سوال هستی شناسانه براش برای همین حاضر تا پای جون بره که بعدا بتونه با آزادی تمام با یک لباس خیلی معمولی تا سر مغازه بره و برگرده به خاطر اینکه هستی خودش رو در لایه های مختلف به چالش کشیده شده میبینه به واسطه موضوعی که در واقع باهاش داره این چالش رو پیش بره برای همینه که بومی بودن این, این نسل جدید در فضایی که باهاش مواجه شده یک, یک پدیده ای رو دیده که جهان دیگه جهان بیرون از این کشور باهاش داره زندگی میکنه و خیلی نرماله لازم به آموزش نیست لازم نبوده که برعکس اون, اون روایتی که در واقع جمهوری اسلامی همیشه به مردم داده که فکر میکنه که اینها حتما یه خود ای درش بوده و یک نه. یک برنامه ریزی خاصی پشتش بوده لازم نیست که به اون طرف بگی کار ویژه انجام کافی نگاه کنیم یه آدم معمولی توی کشور دیگه داره میره تا سر کوچه و بر میگرده یا عکس میگیره از خودش در حال غذا خوردن توی یه رستوران و بعد متوجه میشه که چرا من انقدر تو این زندگی باید زیر سایه تفکرات مذهبی سنتی اجتماعی باشم که به عبارتی تا خط قبل از قرون وسطا بیشتر پیشرفت نکردیم اگه از نظر مذهبی بخوایم نگاه کنیم ما حتی گفتمان های قرون وسطای اروپا رو هم در کشورمون یا در بین حوزه های علمیه تجربه نکردیم در اون زمان شما مثلا میگم من پیتر ابلارد رو به شما بگم وقتی من با یه همچین شخصیتی مواجه میشم میبینم که کلیسای کاتولیک حتی در قرون وسطا از قدمی به قدم دیگر از یک مسیری به مسیر دیگر داره رشد میکنه هر چند که حالا کلیسای کاتولیک مشکلات و مسئله خودش رو در قرون وسطا هم داره اما در کلی در در حوزه علمیه ما گزینه ای به جز در واقع بسته بودن نداریم یعنی تنها گزینه محافظه کاران است و این محافظه کارانه در گزینه شیعه وجود داره همین محافظه کارانه در دیدگاه سنی وجود داره و هیچ کدوم از اینها در واقع هرگز قدمی از اون دیدگاه پیش از قرون وسطا جلو نرفته همچنان تنها تلقی موجود تنها تلقی که هر حوزه ای به وجود آورده صرفا تلقی تقریبا به طور کامل محافظ کارانه بوده حالا این مسئله محافظه کارانه از یک سمت نه. برای این اسلام محافظ کارانه محافظ کاره قوی از یک سمت و سمت دیگه زمینه تاریخی ایران که ما شما نگاه اگر اگه درست نگاه کنیم میبینیم نه در دوران قاجار نه در دوران پهلوی و نه در دوران جمهوری اسلامی هیچ حزب مخالف سالمی در مقابل دولت حاکم دوام نیافت به طور مداوم و سیستماتیک تفکر ایرانی رقیب رو از از, حذف کرده این حذف دائمی خب از این طرف حذف دائمی داریم از اون طرف اسلام در واقع محافظه کار داریم حالا ترکیب این دوتا تبدیل شده به پدیده که امروز بعد از چندین دهه دیگه شرایطی به وجود آورده از نظر اجتماعی که جوون ایرانی امروز حاضر جون بده تا در واقع به یک راه کردی برسه من فکر میکنم این این بهایی که ما داریم بعد از قرنها انجام بهش میرسیم تغییر اساسی و اولی که هست از دیدگاه من تغییر اولش فرهنگیه برای همین من دوست دارم که انقلابه دوست دارم که انقلاب سیاسی باشه اما ریشه این انقلاب ریشه فرهنگی چون شما نمیتونی یک تعریف متحد سیاسی در مورد این جنبش بدید شما هم. یک تعریف سیاسی متحد که که شامل تمام نگرش های این جنبش باشه وجود نداره بنابراین این جنبش سیاسی در ذات خودش نیست و مزیتش اینه که با, با, با،, وجود این نگرش پلی به وجود آورده که دیدگاه های پشت این خط دیگه تاثیر مثل, مثل مثلا میگم اون 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 مذاه... ببخشید اون مکاتبه سیاسی مسموم تاریخی ما یه جایی در این جنبش ندارن به خاطر همین فیلتر فرهنگی رو به وجود آورده این جنبش نه. برای همینه که مکاتب مختلف مزاح در واقع حزب های <applause> بله احزاب سیاسی کهنه ایران نه. راهی در این جنبش ندارن چرا به خاطر این ارتباط وجود نداره و جنبش در ذات خودش گرایش سیاسی نداره هرچند که نتیجه سیاسی امیدوارم داشته باشه اما در واقع گرایش سیاسی نداره به همین دلیل این پدیده که در واقع به عبارتی بسیاری از متفکرین انگشت به دهان موندن که این چه اتفاقی که داره میفته که بسیار هم جالب دیدنش و مشاهدهش از نظر دیدگاه تخصصی اجتماع شناسی مرسی بردستان ببینید حالا تو همینجا شما اشارات خیلی گسترده ای داشتی یعنی از سوال من هم خیلی فراتر رفتیم مسائلی که من تو سوالات بعدی میخواستم عنوان کنم رو بهش پرداختیم ولی یکی از اون چیزهایی که من تو سوال قبلیم عنوان کردم خانش حقیقت درک حقیقت معنا در ذهن جوان ایرانی بود خیلی مهمه وقتی ما تعریفی بخوایم بدیم حالا کلمه حقیقت کلمه خاصیه ما میدونیم که از دوره مدرنیته میاد یک کمی منطق و استدلال تو شکل میگیره یعنی میگم اوکی آقا من این چیزی رو که میابم در فکر من هست در ذهن من به نتیجه میرسم خرد میتونه حقیقت رو کش کنه یا دلایل پشت اون مسائل رو کش بکنه ولی ادامه که میره میرسه خب به پست مدرنیته به نگاه های دیگه و تفکرات دیگه شما جوان ایرانی رو در چه بستر بینیم؟ با توجه به اینکه جامعه ای که توش هستیم جامعه که حالا در کنار اون تکثرگرایی خیلی زیادی که داره جامعه که عناصر حداقل محافظه‌کاران سنتی توش خیلی زیاده یعنی تعابیر نسبت به خیلی انگار کلیشه ای و خاصه چطور میبینین این نسل و نگاهی که داره و این که در این جنبش هم داریم شاهدش هستیم به نوعی دقیقا ببینید جنبش های تاریخی فلسفی به خصوص اروپایی و البته آمریکای شمالی همیشه دارای این خصوصیتی بودند که در پی اون ارزش های انسانی فرض بفرمایید آزادی و ارزش های تعریف شده در محور آزادی اجتماعی بودند شما من فکر می کنم ما من همشه این مثال رو میزنم میگم خط آزادی خطی که هگل دور تصویر آزادی کشید که گفت آزادی من از جای شروع میشه که آزادی تو تموم میشه و این ارتباط بین در واقع آزادی افراد رو مشخص کرد این به عنوان تلقی از, از نگرش اجتماعی حقیقت از نگرش اجتماعی درک حقیقت ادامه پیدا کرد تا دوران حتی حتی دوران بسیار متاخری که ما باش مواجه هستیم این ادامه داشت فیلسوفها ها متفکران تا همین دهه های اخیر تا سال حتی سال 2000 و دهه اول در واقع قرن 21 متفکرین همچنان دغدغه اصلیشون اینه که وقتی چیزی دارن میگن آنچه که میگن درست باشه ما موج جدیدی رو امروز باش مواجه هستیم که دیگه اون دیدگاه آزادی خواهانه سنتی که حالا فرقی هم نمیکنه که چپگرا باشه یا راستگرای دربی باشه اون سنت و تلقی غربی دیگه دیدگاه خودش رو یه مقداری از دست داده و اون دیدگاه از بین رفته امروز سیلی که ما باهاش مواجه هستیم فقط بحث پست مدرن نیست <تصفح> حتی بحث پست مدرن هم برای چون این تلقی یه کمی بسیاری از متفکرین فقط عرض بنده نیست بسیاری از متفکرین موا... م... موافق هستن که ما از مرز پست مدرن هم عبور کرد می‌بینی یک،, یک فراروایت داشتیم در دوران سنتی و بعد این فراروایت رو کردیم فراروایت اول فراروایت خدایی بود به عبارتی با, با نگرش مذهبی حالا فراروایت بعدی شد فراروایت مدرن و دیدگاه مدرن رو بهش به اصطلاح رسیدیم یکی از جنگ... عقل و خرد بود در واقع دقیقا بعدش رسیدیم به جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم ما آمدیم یه باشه باش این, این فراروایت خودمون رو یه کمی اصلاح کردیم یه کمی محدود کردیم گفتیم شاید تنها روایت درست روایت ما نباشه که نتیجه در واقع کارگرد جنگ و بعدش هم که دو قطبی شدن جهان به واسطه جنگ سرد اتفاق بعدی بود که در واقع شکل این رو تمدید کرد ولی اتفاقی که امروز ما باهاش مواجه هستیم دیگه اون دیدگاه در واقع پست مدرن در واقع پسا ساختارگرایانه رایج اون پست مدرن ها نیست که بیاد بگن مثلا فرض بفرم مثل دیدگاه فوکو یا دریدا که بخوان بگن خب حالا این دیگه ساختاریه که ما باهاش مواجه هستیم یا این ساختاری که ما میشکنیمش یعنی همچه ساختار همچه ساختار شکنیم بلکه این دیدگاه اصلا نگرشش نسبت به حقیقت ام. نسبت به،, نسبت به حقیقت این نیست که یک فراروایتی وجود داره که من باید حقیقت رو با اون مقایسه کنم و حتی معتقد به این نیست که من باید ر... خرد روایت خودم رو داشته باشم و صرفا به حقیقت خودم حتی بپردازم این،, این بیشترین نگرشی که در اینجا وجود داره دیرگاهیه که میخواد گروهی یا جماعتی مشابه و همصدای خودش پیدا بکنه و در اون تشابه همصدا گونه ای از مظلومیت گونه از مورد حجمه قرار گرفتن از اجتماع رو تلقی بکنه که تنها و جالبش هم اینه در درون خودش هم با خودش همچنان تضاد داره یعنی هرگز در پی یکسانسازی تفکرات نیست بلکه صرفا به سمت اعتراض دائمی داره پیش میره برای همینه که ما وقتی من این تصویر رو میبینم هر چند که خیلی خیلی آدم وسوسه میشه که این رو با در واقع انقلاب فرانسه مقایسه کنه که حالا با هم صحبتش میکنیم ولی یه وقتایی من فکر میکنم که ما باید مراقب باشیم چون چون دیدگاه امروز با توجه به اون بومی بودن دیجیتال بومی که ما باهاش صحبت کردیم با توجه به اون اون زمینه های اجتماعی و ساختار اجتماعی که باش مواجه شدیم جوان امروز در برگیرنده چون این تفکری به عبارتی شاید نیست و دلش نمیخواد صرفاً در پی تغییره و حاضر جونش رو بذاره که این تغییر اتفاق بیفته جالبش هم اینه که اگر ازش بپرسی این تغییر دقیقا چطوریه میگه برام مهم نیست م. میگه فقط وضع وز... اکنون باید تغییر بکنه میگه خب دقیقا به چه چه شکلی میخواد برسه میگه مهم نیست حالا ما از از دیدگاه تفکر به اصطلاح مسیحی میتونیم به این نگاه بکنیم و این چرایی نگاه ما و چرایی دیدگاه ما هم در واقع یکی از دیدگاه ها و موزلاتیه که ما باید به عنوان کلیسا بهش فکر کنیم ولی نسل زد نسلی که امروز داره عجیب ترین کارها رو میکنه شجاعانه ترین عملها رو انجام میده از یک دیدگاهی نسلی که سوالهای زیادی داره و این سوالها رو جواب براش نمیخواد این سوال رو تغییر براش بکن چون اون نرمال اولیه که براش تعریف شده دائما داره خودش رو با اون نرمال اولیه مقایسه میکنه و این قوت بهش میده و این این هویت بهش میده این هویت جدیدی که براش به وجود میاره معنای کافی به وجود میاره و حاضر باشه برای این هویت جدید حتی جون بده چرا به خاطر اینکه این هویت داره معنای زندگیش رو به وجود میاره برات مهم نیست که برات چون میدونه که زندگیش تا نهایت مثلا سی سال آینده یک زندگی اگر بخواد این روندی که وجود این تلقی که امروز وجود داره ادامه پیدا کنه یک زندگی بسیار بسیار غم خواهد بود برای این ترجیح میده برای به وجود آوردن اون تغییر خودش رو به قول خودمون به آب آتیش بزنن بله. یه نکته ای که حالا هست میخوایم برگردیم به در واقع بحث اصلیمون ولی به ذهن من روگاهی مشغول میکنه در واقع ویژگی های خاص نسل زد ایرانه من گاهی وقتی این نسل رو چون ما همیشه هم اون چیزی که میخونیم در مورد مثلا تعریف نسل زد نسل زد رو داریم در یه بخشی در کشورهای مثل کشور آمریکا در کشورهای در واقع با جوامع خاص خودشون اروپایی بررسی میکنم بعضا هم میان تو بعضی کشورهایی که من دیده باشم یه خورده بخوام این ساختارشون نزدیکتر باشه مثلا کشور مثل برزیل بوده یا نسل زد تو چین بوده من خارج از این اون من بررسی نخوندم وقتی به جامعه خودمون نگاه میکنم میبینم ویژگیهای این نسل یه مقداری متضاده بعضی از خواسته ها شبیه خواسته های نسل زد نیست خواسته های نسل زد خیلی متفاوته خواسته هایی دارن شبیه نسلیه که ماها باید تجربهش میکردیم تجربهش نکردیم یعنی اون دوره‌ای که دوره رفاه توی کشورهای غربی دوره اطمینان به شرایط اقتصادی شرایط اجتماعی خب پس جامعه یک ویژگی خاص خود شده حالا این نسل میخواد اونو داشته باشه یعنی خواسته ای رو میخواد که نسلای زد اصلا تو اون والدین شاید حتی نه تو والدین بعدیش به دنیا اومدن ما حالا اونو تجربه نکن. پس انگار خیلی شرایط پیچیده است این همین پیچیدگی یک عاملی میشه که خیلی از وقتی من دارم خیلی از پادکست ها رو گوش میدم انگار تحلیل ها تحلیل های سردرگمیه هنوز کسی نمیفهمه قصه کجاست داره به چه سمت و سوی میره چه اتفاقی میفته ولی یه سری چیزها واضحه من میخوام به اون واضح ها بپردازیم در کنار این موضوع تا فرصت رو داریم در واقع یکی از اونها همین بحثه که شما فرمودین در پایان صحبتتون که در این اتفاق که داره میفته در این برخورد با موضوعی مثل حقیقت یا روی کرد نسبت به اون چیزی که خواسته هاست خواسته های این نسل نوینه شما همون از شعر قشنگ که جز جنبش شده در واقع برایی که داره میره جلو برای یک زندگی معمولی برای خاص خواسته هایی که خواسته های خیلی شاید نرمال و روتین در جای دیگه تلقی میشه خود کلیسا چه پاسخی داره آیا در واقع میتونه با این نسل در تعامل و ارتباط قرار بگیره میدونین از نظر از نظر الهیاتی از نظر دیدگاهی به عبارتی میتونم بگم تنها دینی که تغییرات بینظیری از آغاز تا،, تا دو هزار سال اولیه در واقع وجودش تجربه کرده مسیحیت ایمان مسیحی تنها تفکریه که از تغییر حداقل نترسیده حالا ما رو میتونیم به هر چیزی متهم کنیم ولی به تغییر برای تغییر شجاعت داشتیم ما ما اشتباهاتمون خودمون هم دوست دارم که ما همیشه منتقد خودمون باشیم واقعا و با زبان نقض در مورد خودمون صحبت کنیم اما حقیقت اینه که ما این اتفاق رو باید بپذیریم باید این دیدگاه رو درک کنیم نسل امروز اگر بخواد راه سالمی پیدا کنه اولش اینه که اگر کلیسا بخواد در کنار جامعه باشه این واقعیت که ما باید بپذیریم ما میتونیم کنار بشینیم و دیدگاه بسته خودمون رو در شرایط یخزده تفکرات خودمون نگه داریم و اون اون سردی رو نسبت به شرایط موجود نگه داریم اما این این کار کار ساده ای چرا این که به خاطر اینکه ما اون اون امنیت هویتی ما رو به چالش نمیکشه ما همیشه دلمون میخواد که یه جای قرار بگیریم که جای خیلی امنی باشه ام. کسانی که در رهبری کلیسا هستن نگران اینن که یه چیزی بگن که بعدا مشکل بشه نگران یه حرفی که بعدا ماجرا بشه بعدا براشون دلیل ضعف بشه دلیل ناتوانی بشه به خاطر همین دو تا پنبه خوب قشنگ قوی پیدا کردیم گوله یک طرف سفت یه طرف اینور میگم محکم این طرف گذاشتیم دیگه نمیخوایم از اجتماع هیچی بشنم کتاب مقدسمون رو میگیریم دستمون طرف داره سوال میپرسه ما جواب سوالش رو نمیدیم چرا برای اینکه ما ده تا سوال بیشتر بلد نیستیم سوالامون رو حفظ کردیم و این سوالا هم بیشتر حاضر نیستیم پاسخ بدیم و اگر کسی از ما سوال دیگه بپرسه میگیم این سوالا اصلا لازم نیست شما اصلا لازم نیست به اینا فکر کنی بیا فقط کافیه که در واقع خداوند مسیح رو داشته باشی ولی معزل این کار اینه که در واقع ما مثل این میمونه که من اون ارتباط واقعی رو برقرار نکنم من یه وقت مثال میزنم میگم شما فرض کنید پریز برق رو من بگیرم اونطور به جای اینکه به دو, به دو شاخه برق وصلش کنم بگیرم بکوبمش رو دیوار مثل میخ بره تو خب این هیچ ارتباط واقعی برقرار نمیکنه به زور این ارتباط رو برقرار کردن ما رو از جامعه منزوی میکنه و به اندازه کافی جامعه ایران از از موزل در واقع دین کشیده یه چیز بیاین به یه ذره واقع بین باشیم بله دین گوریزه دین گریز جامعه ایران اما مسئله اساسی اینه که راه کرده واقعی نه تلقی سنگین و ببخشید اصطلاح یه ذره روزمره بگونید تلقی چکشی محافظ گرایانه شیعه سنی هست نه تلقی چکشی ایتیست چپ نیویورکی هست بر همه هر دو اینها ممکنه خیلی برای دیدگاه مسیحی ایرانی برای ایرانی سنگین باشه شاید سوال در جواب شاید جواب این سوال در نگرش افرادی مثل, مثل مثلا میگم مارتین لوتر دیده بشه که م. کلیسا جوابی برای جامعه دین زده قرن 15 هم و 16 هم اروپا داشت چون قرن 15 و 16 هم اروپا هم خیلی شبیه جنبش شما مقایسه کنی جنبش اصلاحات خیلی شبیه جنبش امروز ایرانه برای اینکه مردم دارن بر علیه اون نگرش صحبت میکنن منطقا ما میتونیم یه جای همصدای با مردم باشیم از خرافات زدایی در جامعه کتاب مقدس ابزار خرافات زدایی است برای این لازم نیست ما خودمون رو عقب بکشیم نگران باشیم ما میتونیم از نظر از نظر ایمانی دیدگاهی داشته باشیم که بر علیه خرافات اجتماعیه ما میتونیم بر بر دیدگاهی نگرش داشته باشیم که این این عدم ارتباط بین دین و سیاست رو به طور سالم نشونه من... بده برمانی... بنابراین اون تساهل تساهل اجتماعی که بر هم سهل گرفتن رو در بر میگیره میتونه بر،, می بر پایه تعالیم مسیحی که میگه دشمنان خودتون رو محبت کنین بنا بشه ام. و ما در دیدگاهی قرار میگیریم که اگر بخوایم بگیم دشمنان خودتون رو محبت کنین امروز من میدونم که نسل نسل زد به من میگه چطور من دشمن خودم رو محبت کنم وقتی اون بر روی من تیغ میکشه اما وقتی من با اون نسل در اول خط باشم با کنار اونها باشم در, در کنار اون نسل قرار بگیرم و وقت میتونم با جامعه هم صدا باشم فراموش نکنین کلیسای پروتستان کلمه پروتست یعنی اعتراض <applause> یعنی یعنی اعتراض بر علیه چی؟ دقیقا بر علیه ساختار بنیادین مذهبی که تمام ریشه های جامعه رو میخواد ببره به حدی برسونه که تمام زوایای زندگی آدم رو میخواد زیر پوشش اون دیدگاه خودش قرار بده همون چیزی که ما از کلیسای کاتولیک دوست نداشتیم و همون چیزی که امروز در واقع مردم ایران از دیدگاه در واقع اسلام شیعه ازش گریزان هستن برای همینه که کلیسای پروتستان میتونه قسمتی از جواب باشه من فکر نمی کنم ما باید ادعا کنیم که همه جواب ما هستیم اما قسمتی از این جواب اجتماعی رو ما میتونیم در بر ما میتونیم شما اگه زندگی در واقع یا نگرش و اتفاقات تاریخی رو بررسی کنین حتی در های بعد از اون کلیسا فضایی به وجود میاره که تو اون فضا ما میتونیم اون اعتراض واقعی رو با نگه داشتن ایمان به خدا در واقع شکل بدیم چون همه ماها حاضر نیستیم که به قیمت آزادی خدا رو کنار بذاریم برای همینه که بسیار این رابطه در واقع شکل میده حالا وقتی در در دیدگاه مثلا میگم ایران رو بررسی کنیم ما میتونیم حرف بسیار جالبی برای گفتن داشته باشیم اما باید اون فضایی رو بشکنیم که گوشامون رو میگیریم کتاب مقدسمون رو برمیداریم حرف میزنیم میگیم هیچ کسی حاضر نیستم این محاوره رو شکل بدم این محاوره اجتماعی باید شکل بگیره این محاوره اجتماعی باید شکل بگیره و ما باید صدای مخالف های خودمون رو بشنویم ما باید صدای افراد دیگر رو بشنویم و ما باید در کنار جامعه باشیم به چه تاریخ؟ به این تاریخ که ما میتونیم شاید راه کردی از بیرون آمدن از این بنبست در واقع رونسانس نابالغ مسموم که،, داره به دنیا میاد که بی وقت داره به دنیا میاد که بسیار دیرتر از زمان تولدش داره به دنیا میاد در جامعه ایرانی باشی برای همینه که این رونسانس ایرانی که داره اتفاق میفته این،, این تازه شدن تفکر ایرانی که داره اتفاق میفته ما ایماندارای مسیحی اگر اگر دل و فکرمون رو باز کنیم اگه چالش جامعهمون رو بشنویم ما میتونیم حرف زیادی برای گفتن از نظر اجتماعی داشته باشیم بنیادهای جامعه ای که نه که نه که در پی جایگاه سیاسی باشیم هرگز ده. برعکس ما ما هرگز در پی جایگاه سیاسی نباید باشیم برای اگه درک درستی از ایمان مسیحی داشته باشیم میدونیم که ما هممون یه جورایی اعتماد داریم که ما گناهکار هستیم برای همین بهتره که قدرت سیاسی در دست هیچ مذهبی نباشه هلی. به همین دلیله که این دیدگاه غربی وجود داره چون منم به عنوان یه کشیش اعتقاد اصلیم اینه که هیچ قدرت سیاسی نباید به دست هیچ کلیسایی باشه یا نباید به دست هیچ قدرت مذهبی باشه به عبارتی فضا رو باید به دست مردم بسپریم. چون زندگی اجتماعی مردم است تا اون در اون فضا در اون جامعه دموکراتیک وقت ما بتونیم پیام انجیل رو موزه کنیم که پیام آزادی در واقع در انجیل باشه به خاطر همینه که ما وقتی در دیدگاهمون همون در واقع مواجه میشیم حالا من میخوام نه، یکی دوتا تا آیر هم با هم بررسی بکنیم در این زمینه بله که من... بتونیم در واقع یه نگاهی داشته باشیم حتی هنوز فرصتی داریم یه ده دقیقه یک رو ولی بتونیم دقیقا به این موضوع بپردازیم که خب روی کرد مسیح چون ما در پادکست های قبلی خیلی روی های تاریخی رو نگاه کردیم ولی جالبه که بتونیم این رو در بستر اتفاقی هم که در جریان ارتباطش بدیم اون چیزی که مسیحیت داره ب... به نوعی روی کرد واقعی چیه اگه بتونیم این موضوع رو هم تو چند دقیقه بپردازیم من یک سوال پایانی رو هم خواهم داشت که موضوعش روی بحث مسیحیت نیست چون شما بهش اشاره کردیم و دوست دارم اگه فرصت شد اون رو از شما بپرسم اگه نشد حتما در پادکست بعدی در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد شما رو باز در واقع دعوت میکنیم که به اتفاق بریم مهمان گوش ها و چشم های بینندگان و شنوندگان عزیز باشیم بفرمایید بسیار عالی پس من میخوام به شما بگم ما وقتی با در واقع ببینید وقتی با ایمان مسیحی مواجه میشیم ما از آغاز ایمان مسیحی با چنین نگرشی مواجه بودیم ما از قرن اول تا سوم در واقع کلیسا از قرن اول تا سوم میلادی ما جنبش هایی داریم که این جنبش ها بسیار شبیه اتفاقاتی که امروز داره توی کشور ما میفته اگه خاطرات تاریخیش رو شما بخونین شباهت بسیار زیاده اما از یه جایی از قرن چهارم که حالا من نمیخوام وارد بحثای تاریخیش بشم کنستانتین در واقع عزیزالله الله بهش بگیم نگفتم <تص> میخواستم بگم لعنت الله علیه نگفتم ولی کنستانتین اومد در واقع رابطه کلیسا رو با دولت گره زد که این بعدا در 500 سال آینده تبدیل شد به کلیسای کاتولیک دولتی بله. در ادامه این تلقی به جایی رسید که خب ما میدونیم در قرن 15 هم دیگه جهان نمیتونست تحمل کنه فساد موجود در در واقع کلیسای کاتولیک و این چقدر چقدر مهمه که ما بفهمیم درس تاریخی بگیریم باید چقدر باید عقب بگیریم فاصله بگیریم از این تلقی و دیدگاه و چقدر مهمه که یه بار وقتی درس تاریخ گرفتیم دوباره دوباره دو... تکرارش نکنیم دوباره واردش نشیم بلکه جم... جهت رو به سمت دیدگاه سالمتر و رشد یافته تری ببریم و بعد در ادامه این مسیر من میخوام شما رو برگردونم به اون 300 سال اول اون 300 سال اول با یه آیه من میخوام شروع کنم ما معمولا به خاطر محبت و ارادت به اون کنستانتین بسیار محبوب <applause> ما همیشه من ما شما رو بردن اول پتروس در واقع فصل دو آیه سیزده بر و 14 رو برای ما گوندن رو من در واقع برای شما میخونم از ترجمه قدیم هم میگم میگم لح... میگه لحاظا هر منصب بشری رو به خاطر خداوند اطاعت کنید خواه پادشاه را که فوق همه است و خواه کلام رو که رسولان وی هستند نه حکام رو که رسولان وی هستند و اما میگه که در واقع پادشاه رو اطاعت کنیم منظور پولسی نیست که ما در هر زمینه ای باید پادشاه رو اطاعت کنیم حالا اگه باورتون نمیشه بیم ببینیم از کلام خود خداوندیسای مسیح داریم چی رو میشنویم منظور من چیه؟ من به عنوان یک دیدگاه معتدل این رو میگم ولی با هم بهش نگاه کنیم کتاب لغا در واقع فصل 21 آیه دوازده میگه و قبل از این همه بر شما دستندازی خواهند کرد و جفا نموده دقیقا تصویر 300 سال اولیه مسیحیت و جفاهای 300 سال اول شما را به کنایس یعنی کنیسه ها و مراکز مذهبی خواهند کشید و زندان ها خواهند سپرد و در حضور سلاتین پادشاهان و حکام به جهت نام من برد برای به خاطر نام خداوند عیسی مسیح ما رو میکشن جلوی پادشاهان ما رو میکشن جلوی حکام این دیدگاه دیدگاه مسیحی هست این دیدگاه کلمه هایی که من از خود مسیح بنابراین دیدگاه مسیحیت اولیه یه دیدگاهی بوده که در تعامل و تقابل و حتی اعتراض نسبت به سیستم موجود اجتماعی خودش قرار داشته به خاطر همینه که ما 300 سال اولیه این در واقع اعتراضات رو میبینیم ولی از اونجا به بعد از نظر تاریخی اون ازدواج ن... که کلیسا با خطبه عقدی که کنستانتین خوند رو و ارتباط رو در واقع برقرار کرد تا برسه به دوران اصلاحات اون ارتباط رو داشتیم اه. شاید شاید کمی تفکرات من به انا نزدیک به خاطر اینکه حرفار میزنم شایدم نه ولی ولی وقتی که به این دیدگاه میرسیم ما باید متوجه باشیم که ما مسیحی ها در خط اول اون مردمانی بودیم که به خاطر صدای خداوند عیسی مسیح ایستادیم در کلیسای اولیه یک اصطلاح خیلی رایجی بود میگفتن خداوند ببخشید میگفتن مسیح یا عیسی مسیح خداوند است خداوند است میدونی یعنی چی یعنی اون رهب نه فقط خداوند یعنی خدا خداوند. خداوند دقیقا یعنی یعنی اون دیدگاه بسیار مهمه رهبری یعنی یعنی رب الاربابه در،, در مقابل این دیدگاه در واقع امپراتوری روم جواب میداد که سزار در واقع خداوند است برای ما می بینیم که چگونه مسیحیت در مقابل اون تفکر رایج در واقع تاریخی خودش ایستاده و و این بسیار مهمه چون مسیحی ها دقیقا صدای مظلوم ها بودن مسیحی ها دقیقا صدای ضرب خورده ها بودن مسیحی ها دقیقا خونه امن آدمای زخمی شده آدمای رانده شده از سیستم بودن و همیشه وقتی کسی از سیستم اون نظامی که اونجا حکومت میکرد رانده میشد خودش رو در بین مسیحی های مهمان نواز پیدا میکرد برای همین کلیسا میتونه این مهمان نوازی و این رابطه رو داشته باشه منظور من این نیست که ما بیایم دیگه از این به بعد شورش بکنیم منظور من این نیست هرگز که ما بیایم اینجا دیگه در مقابل تمام تفکرات در واقع شخصیت های شورشی داشته باشیم نه اولش هم من اگه دقت کنین دعای من حرف من اینه که خدا کنه شکرگزاری دلهای ما خشک نشه اما ما مسیحی ها باید صدای سوم جامعه باشیم در جامعه یک گروهی گرگ هستن و یک گروهی بره هستن اون گروه گرگ دارن اون گروه بره رو میدارن ولی ما نه لازم اون وسط گرگ ها باشیم به گرگ ها بپیوندیم نه لازم به بره ها بپیوندیم ما میتونیم صدای امن شبان و چوپانی باشیم که بره های صدم خورده و ضربه دیده رو به سمت خودش میخونه و در واقع اون صدایی که برگزیدگان رو ندا میکنه و اون ندایی که اون افراد رو به نزدیکی راه و نزدیکی مسیر خودش هدایت میکنه اما این کار این صدا این شرایط اجتماعی یکی از قسمت هایی که متاسفانه در مسیحیت مدرن خیلی دیده نمیشه خیلی شناخته نمیشه بیشترین چیزی که در مورد مسیحیت دیده شده که البته در کلام, خدا نیست در دیدگاه کتاب مقدسی نیست ولی بیشترین چیزی که دیده شده اون ارتباطش با برخی دولت ها با برخی سازمان ها با برخی 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 قسمت های جهان رو ما مسیحی میدونیم در صورتی که این دیدگاه هرگز کتاب مقدسی به عبارتی نیست بسیار عالی کشیسام عزیز واقعا ممنونم از وقتی که گذاشتین در این برنامه بودین من سوالات خیلی زیادی دارم امیدوارم واقعا بتونم یک فرصت دیگه با شما اه هماهنگ کنیم فراهم کنیم سوالاتم رو بپرسم مثلا یکی از سوالاتی که همینجا فقط اعلامش میکنم حالا جوابش رو میذاریم برای پادکست بعدی یکی از اونها قیاسی بود که شما گفتین شاید بشه انقلاب ایران رو در ابعادی با انقلاب فرانسه خیلی نزدیکی های بیشتری در درونش دید خب اتفاقی که در پس بند انقلاب فرانسه میافته که انقلابیون رو به شدت هم ناامید میکنه ورود به سمت خشونت بود یعنی مفاهیمی که ما در پروسه مثل اخلاق میبینیم یعنی بحث اخلاق یکی از شاید نکات خیلی کلیدیه و اونجاست که من برای من گاهی سوال پیش میاد و نگاه میکنم این رو در جنبش های خاص دیگه هم میبینم که مسیحیت این وسط میتونه چه نقشی داشته باشه مسیحیت امروز میتونه چه جایگاهی داشته باشه وقتی داره حرکت به سمتی میره که در واقع اخلاق جای خودش رو از دست میده اون اخلاقیات حالا چه اخلاقیاتی که در پروسه مفهوم لیبرالیست به سمت سود میره یا حالا نفع یه گروه بر گروه دیگه یا در واقع فقط اخلاقیات مطلق رو حتی توش بخوایم نگاه کنیم در هر زاویهش نگاه کنیم اون وقت مسیحیته که اینجا چطور میتونه بیسته چه صحبتی داشته باشه ما چه حرفی داریم این وسط اونجاست که صدای ما شنیده بشه من قطعا میخوام با شما یک جلسه دیگه داشته باشم و امیدوارم این فرصت مهیا بشه که در کنار شما با عزیزان باشیم و با همدیگه باز به تحمل و اندیشه ورزی بیشتر بنشینیم من میخوام اینجا در واقع به اتفاق از عزیزانمون خدافزی بکنیم دیگه به انتهای این پادکست رسیدیم ممنون هستیم عزیزان که ما رو تا اینجا همراهی کردین موضوعات گستردو در واقع خیلی بحثای عالی بود بحثای پراکنده میشه خیلی شما این دامنه اینو وسیع کنید خودتون در جمعهای خودتون به اندیشه ورزی بیشتر تعمال بیشتر تفکر بیشتر گفتمان بیشتر در این رابطه ها بنشینید بشینید تحلیل کنی نقد کنی خیلی چیزها رو نترسیم از نقد شدن نترسیم از اینکه بگیم بخشهایی از این جنبش هم میتونه عناصری داشته باشه که در عین عالی بودن عناصر اشتباهی داره اونو اگه اصلاح بکنیم میتونیم به نتیجه برسیم با اصلاحی که ما میتونیم رشد بکنیم واقعا مرسی از بودنتون مرسی کشیسام عزیز از وقتی که گذاشتید اگه موافق باشیم با خدافزی شما ما از عیزان خدافزی کنیم بسیار سپاسگزارم از شما دوست عزیز و همچنین واقعا تشکر میکنم از اون عزیزانی که تو این لحظه گوشهای قشنگتون رو به ما قرض دادین چشمار قشنگتون رو به ما قرض دادین تو با هم در مورد این مسائل فکر کنیم و همونطور که دوست عزیز من گفتن شما رو تشویق میکنم که با ما به این فکر کردن ادامه بدیم جامعه ایرانی نیاز به فکر کردن همه ما داره و خدا به ما مغز داده تا فکر کنیم برای همین بهترین هدیه ای هست که ما میتونیم در واقع در کنار هم داشته باشیم مرسی از همه شما عزیزان و من هم با شما عزیزان می کنم خدا نگهدار